ماجرای بحران آب در استان اصفهان، خشکی زاینده رود و تالاب گاوخونی که به اعتراض هزاران شهروند اصفهانی و کشاورزان اصفهانی منجر شد، بازتاب گسترده‌ای در مطبوعات داشته. روزنامه زاینده رود با عنوان صدای ما را از اصفهان میشنوید عکسی رو در صفحه اول خودش منتشر کرده که نشون میده هزاران نفر در بستر خشک زاینده رود تجمع کردن در روز جمعه و پس از اون همچنان این اعتراض و بست نشینی در بستر زاینده رود ادامه داره. البته روزنامه ها اشاره‌ای به اعزام یگانهای ویژه و نیروهای امنیتی به اصفهان که از عصر جمعه آغاز شد نکردن. روزنامه دیگری که باز در همین زمینه گزارش داره، روزنامه اصفهان زیباست، درخواست کشاورزان و مردم اصفهان برای احیای زاینده رود گزارشی است که این روزنامه منتشر کرده و با این تصاویر هم همراه است. و البته این روزنامه نوشته که برخی از مقام‌های دولتی از جمله معاون اول ابراهیم رئیسی در یک برنامه تلویزیونی گفته که دستور داده به وزیر نیرو و همچنین وزرای و نهادهای دیگری که مسئول هستند برای اینکه چاره‌ای بیندیشن در حوزه تأمین آب زاینده رود حقابی که کشاورزان اصفهانی رو میخوان. روزنامه ها اغلب سعی کردن که از عنوان اعتراض استفاده نکنن، با عنوان مطالبه، تجمع و تعابیر مشابهی از این اعتراضات یاد کردن، اما روزنامه جهان صنعت با عنوان اعتراض نصف جهان تأکید کرده که این اعتراض به سوء مدیریت و بی‌برنامگی مقام‌های مسئول هست. منشأ سایر اعتراضات هم به نوشته روزنامه چون این وضعیتی است. روزنامه پیام ما هم که اخبار و گزارش‌های محیط زیستی در ایران منتشر می‌کنه، با عنوان بست نشینی در زاینده رود نوشته که کشاورزانی که بست نشستن از روز 10-12 روز پیش بر بستر خشک زاینده رود گفتن هیچ یک از مقام‌های مسئول برخلاف اون چیزی که روز جمعه و شنبه اتفاق افتاده و مقام‌های دولتی سعی کردن خودشون رو همراه با این اعتراضات نشون بدن و بگن که ما پاسخ میدیم و پاسخگو هستیم، این روزنامه از قول کشاورزان اصفهان نوشته که اساساً در طول دوره بست‌نشینی و تحصن هیچ یک از مقام‌های دولتی حتی در ردی استانی به میان کشاورزان نرفته، درد دل اونها رو نشنیده، اعتراضات اونها رو نشنیده. و نکته دیگری که روزنامه تاکید کرده از قول کشاورزان که به اونها گفتن شما کشاورزی رو بگذارید کنار و شغل دیگری برای خودتون دست به کار کنید. روزنامه جهان صنعت گزارشی هم داره درباره موج فرار سرمایه از ایران. چند روز پیش علی خامنه‌ای گفت بود که عده‌ای نخبگان ایرانی رو تشویق میکنن که از کشور برن، نگفت که شرایط کشور تحت رهبری او به جایی رسیده که موج بزرگی از مهاجرت و فرار سرمایه در ایران که البته در تمام شهر 14 گذشته در سالهای اخیر اوج گرفته. حالا روزنامه جهان صنعت در این گزارش نوشته که تنها در همین ماه گذشته، ماه مهر و آبان، در ترکیه بیشترین خریداران خارجی خانه ایرانی بودند و تأکید این روزنامه اینه که بسیاری از ایرانیان حالا دیگه ترجیح میدن حتی پیشتر از ترکیه بیشتر به عنوان مقصد میانی استفاده میکنن برای رفتن به کشورهای دیگر. حالا خود ترکیه تبدیل شده به یکی از مقاصد مهاجرت ایرانیان.